با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه دوست داشتنی، سه‌شنبه‌ای که برنامه ها را آغاز میکنیم در خدمت آقای دکتر انصاری نازنین و بحث بهداشت عمومی رو مطرح میکنه و بعد هم طنز زیبای پیر خراسانی رو میشنیم و یواش یواش در این ساعت هم میایم به بعدم یه برنامه رو گذاشتیم از آقای همنشین بهار که ازش تشکر بکنیم و میتونید این ویدیوها رو روی فیسبوک قرار میدیم اونجا ببینید. بعد هم رو همون صفحه وبسایت میان تیوی اگر به سمت پایین حرکت کنی دو تا ویدیو هست، یکی گذرگاه تاریخ، یکی هم جزوه سبز. به هر کدوم که کلیک بکنی در جزوه سبز در حقیقت میرسی به سایت همنشین و ویدیوهایی که همنشین تولید کرده. در گذرگاه تاریخ هم باید تشکر کنیم از آقای وفا یغمایی که در حقیقت تاریخ رو بازگویی میکنه از نگاه دیگر. اون دوتا ویدیو رو میتونی در زیر صفحه همون وبسایت میان تیوی صفحه اول همونجور به سمت پایین بیایید ببینید. بعد هم یادداشت‌های روزانه رو فراموش نکنید، بخش مقالات رو هم قدری جدی بگیرید. اما در این ساعت میریم خدمت آقای حشمت رئیسی نازنین. اجازه بده در مقدمه سلامی بکنیم به آقای رئیسی و خوش آمد بگیم و تشکر کنیم از حضورش در برنامه. آقای رئیسی به شما درود میفرستم، بسیار ممنونم از حضور در برنامه. درود بر شما، درود بر دوستان عزیزم، بینندگان گرامی، قدرتون امیدوارم هر کجا که هستم شاد باشید، در خدمتتون هستم. ممنونم ازم به حضور شما که نبته کمکی هم میکنه به ما که ما صدا را هم قدری بتونیم تنظیم بکنیم. اما اجازه بده که در حقیقت این میدونی که من وقتی وارد آمریکا شدم سال 1998 همون ابتدای 98 من وارد شهر زیبای میامی شدم در ایالت فلوریدا و طی اون نزدیک دو سالی که اونجا زندگی کردم یکی دو بار هم با همین ماجرای هاریکین مواجه شدم. یادمه که وقتی وارد شدم سال 98 هنوز 6 سال بود که از ماجرای هاریکین اندرو گذشته بود که اون هم یه فاجعه‌ای بود در سال 1992 در همون جنوب فلوریدا، در جنوب شهر بزرگ میامی در محله هومستد. اونجا در حقیقت هنوز آثار این تخریب باقی بود بعد از 6 سال. این یکی ایرما که آمده است به حال یک چیز بیسابقه، یه هیولای بیسابقه بوده و چنین سرعتی اصلا غیر قابل تصور بوده. برای اینکه وقتی رو آب هست یه سرعت دیگه داره، وقتی به خشکی میرسه معمولا سرعتش زیاد میشه، ولی این اصلا تو دریا با سرعت وحشتناک داشت حرکت میکرد و معلومه. و بزرگترین میگن که تخلیه رو در تاریخ آمریکا همین ماجرای فلوریدا انجام دادن. و میدونی که الان هم یه دونه دیگه در راه به نام خوزه که اون هم یک طوفان درجه 4 پیش بینی می شود، پشت سر همین داره میاد، معلوم نیست که او به کجا برخورد خواهد کرد. ولی فجایعی رو سر راهش به وجود آورد و من بسیار متاسفم برای عزیزان در ایالت فلوریدا و دوستان بسیار خوبی که در اون مدت دو سال در اونجا پیدا کردم. ابراز همدلی می کنم باهاشون و امیدوارم که صدمه چندانی این عزیزان ندیده باشن، گرچه که بسیار بسیار این طوفان وحشتناک بود و هنوز هم بقایاش ادامه دارد. اما موضوع ما امروز در خدمت آقای رئیسی چند تا پرسش است. یکی این همچنان پس زمینه های ماجرای مرگ ابراهیم یزدی و
مسائلی که پیرامونش هست و هفته پیش هم راجبش حرف زدیم، از کسانی که در مراسم چه میدونم ختم این بابا شرکت کرده بودن، از آقای عمویی، از فریبرز رئیس دانا، اینا نهلهای چپن، اینا سمبولای چپن در ایران. و نمیدونم چطوری ممکنه آدم اینگونه دوزیست باشد. نگو که مهربانی، تعامل، دوستی، اینا بلدم اینا رو به اندازه خودم، اما اینا هیچ کدوم از اینا توش نبود، بلکه 100% یه جریان اخلاقیه. و این اخلاق فاسدی است که 40 سال نظام جمهوری اسلامی در ترویج اون کوشاست. و میبینی که حتی بیا برویم از این ولایت، من و تو رو برای علی و فاطمه هم میخونه برای، یعنی هیچ فرقی براش نمیکنه. این که بهت میگم یه حکومت اهریمنیه، یه حکومت شیطانیه، این اهریمن میتونه در لحظه خودشو به هر شکلی در بیاره، اینا دلائلشه. بعد هم روز جمعه پرسیدم، چون میدونی که دیروز 11 سپتامبر بود و فاجعه 11 سپتامبر رو همه دنبال میکردند و میدونن، همین الان هم همنشین بهار راجب 11 سپتامبر این برنامه رو تهیه کرده بود. همین چند ماه پیش بود که در آمریکا در سنا و کنگره بحث بر سر این بودش که عربستان سعودی چه نقشی رو در 11 سپتامبر بازی کرد. و حالا که عالی جناب آمده است، و دیروزم گفتم که یه دوست میانماری رو دیدم، و همونجوری که بازم تکرار میکنم، همونجوری که اگر من یا شما راجع به مسائل ایران میتونیم بهتر حرف بزنیم تا فرض کنید که یه نفر چه میدونم مال بنگلادش باشه، مال هندوستان باشه، حتی مال پاکستان و نمیدونم عراق هم باشه، اونجور که ما به مسائل ایران اشراف داریم، طبیعتاً او نمیدانه چه برسه به آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی. بنابراین در مورد میانمار هم همین بازیه. و اون دوست میانماری من برای من تعریف کرد که از وقتی که این عالی جناب آمده از سر کار، عالی جناب ترامپ، این حرکت تشدید شده و این چراغ سبز آمریکاییاست در این کشدار. و می‌بینی که خانم آسان سوچی هم در این مورد در محاق سکوت هست و حرفی اصلا نمیزنه، لام تا کم حرف نمیزنه. و وقتی که به 11 سپتامبر برمیگردیم، وقتی به ماجرای یزدی برمیگردیم، وقتی به صحبت‌های سروش گوش میدیم که میگه خمینی خدمتگزار بود، یزدی خدمتگزارتر، یا فرض کنید که وقتی به 11 سپتامبر نگاه میکنیم، میدونیم که 11 سپتامبر هم در پیش بود و اون در ماجرای شیلی و آلنده و پینوشه بود. و نقش پینوشه بعد از 11 سپتامبر، نقش جمهوری اسلامی بعد از 11 سپتامبر، اینا میتونه موضوعاتی باشه که بریم پیش آقای رئیسی و ازش بخوایم که تحلیل خودش رو از این شرایط برای ما بگه و ببینیم که چیه. و موضوع استقلال کردستان عراق، الان امروز خبر آمده که آقای قاسم سلیمانی سفر کرده به اونجا و دولت ایران داره فشار میاره به دولت عراق که جلوی این ماجرای همپرسی رو بگیرن. آقای بارزانی هم اعلام کرده که همه پرسی رو انجام میدیم اما به سرعت جدا نخواهیم شد، یعنی یه گام عقب نشسته. در حالی که وقتی همه پرسی صورت بگیره و مردم بگن جدا میشیم، خب باید بریم به سمت ابزار این جدایی، نه اینکه بگیم که حالا ما همه پرسی رو میکنیم، بعد اون وقت حالا همین دیگه، بعدش وامیستیم ببینیم که خدا چی میخواد. خب اینا یه نوع در حقیقت سیاهکاریه. بذار میدونم مشتاقی که فرمایشات آقای رئیسی رو بشنوی، بذار بریم پیش آقای رئیسی و ازش خواهش کنیم که برای ما تحلیلشو از این شرایط، از این موضوعاتی که به عرضت رسوندم، از تفاوتها، از اینکه چرا این گونه میشود و چه اتفاقی داره میفته. آقای رئیسی در خدمت شما هستیم، میشنویم فرمایش شما، بفرمایید. بله، سراپا گوش. تشکر، خیلی ممنون. موضوعات بس
بسیار متنوع سعی میکنم پدیده ها رو در صورت ربط منطقی بدم. یکی از مسائلی که باید مکس کنیم روش این است که کم هستند در میان روشن فکران ما، به خصوص به ویژه کسانی که خودشون رو روشن فکر دینی می نامند یا خودشون رو گاهن به مقتضای زمان عارف جلوه میدن. یک مرتبه پیرو مولوی میشن، لازم باشه طرفدار امام محمد غزالی میشن، آن طرفدار میرن فیلسوف میشن، یک مرتبه در کالبد اسلاف ابن سینا یا فارابی ظهور میکنن و خودشون فیلسوف اسلامی مینامند. به اعتقاد من نه معنای فلسفه رو فهمیدن، نه معنای عرفان رو فهمیدن، نه معنای دین رو فهمیدن، فقط به دلیل قدرت لفاظی تو این جامعه هم که متاسفانه جامعه متفکری نیست، فکر نمی کنن روی حرفا، کرده ها، عمل کرده ها، تطابق گفتار و کرده ها. به همین دلیل اینجور آدم ها در صحنه اکتاز میشن یا فعال میشن، گاهن به زور قدرت حکومتی، گاهن زیر چتر مظلومیت امام حسینی. در این زمینه اتفاقا یکی از این روشن فکرام که نقش قابل توجهی در تفکرات پیش از انقلاب داشت و امروز در صراحت گویی مقداری جالب هست، کسی هست که آشکارا مطالبشو بخونید، در اونجا گفته که به اصطلاح راه رهایی ما مراجعه به قوم و مشهد، یعنی به روحانیت، یا آنچه خیش داشت ز بیگانه تمنا می کرد بازگشت به خیشتن رو چیز می کرد، و یا کتاب معروف آسیا در مقابل غرب رو می نوشت، و یا به شکلهایی در صورت تفکرات همسو با آل احمد ها و همه اون کسانی که دیگه غرب ستیزی رو کشنده بودن به مدرنیت ستیزی که الان در رأسشون حسین نصر است دیگه، فرقی مرموز و خطرناک و شبه فراماسونری مریمی رو داره هدایت میکنه، دارو شایگان در صورت در گفتگوی در شماره 36 مجله اندیشه پویا با نگاه انتقادی به فعالیت ها و اثرات نویسندگان و متفکران پرداخته که بخشی از اون جالب به نظر میرسه، که متفکران نسل شما نگاه تردیدآمیزی نسبت به مدرنیته داشتن، درباره چرا این نگاه توضیح بده. آقای شایگان میگه بله همین طور است، صحبت شما درباره نسل ما درست است، غرب زدگی جلال آل احمد بسیار بد است، راه حل او به بنبست ختم می شود. در کتاب آسیا در مقابل غرب و نیز تاریک اندیشی جدید این مسئله پرداختم. ما گریزی از مدرنیته نداریم، ما باید از رهگذر مدرنیته غربی سنت شرقی را واکاوی کنیم. نمیتوانیم با خود سنت
با خود سنت سنت رو نقد کنه. هانری کوربن کاری رو انجام داد که به اصطلاح عنوان یک محقق دیگه مسلمان مثل آقای آشتیانی نمیتونه کار انجام بده. سوال میکنم بزنم شما، به دلیل این توقف ما چی هست؟ حمله مغول هست، استعمار هست، استبداد هست، انحطاط تفکر هست، که البته باید حمله اعراب هم به این سوال اضافه کرد، که میگه ایران در دهه 40 و 50 داشت جهش میکرد. ما از آسیای جنوب شرقی آن موقع جلوتر بودیم، ولی بعد آنها پیش افتادند و موفق تر شدند. علت عدم موفقیت ما به نظر من این است که ما به اصطلاح شتاب تغییرات رو تحمل نکردیم. حالا چرا؟ نمیدونم. همچنین ما روشنفکران آن دوره هم پرت بودیم. تحلیل درستی از جایگاه خودمون در جامعه و جایگاه خودمون در جهان نداشتیم. ما باید خودمان را و همتایانمون را در سطح منطقه مقایسه میکردیم، نه با انگلیس یا فرانسه. میتوانم این را به عنوان یک اعتراف بگویم که ما روشنفکران جایگاه خود را ندانستیم، جامعه را خراب کردیم. یکی از آسیب‌های جامعه ما به اصطلاح تفکر رادیکال بود و علاقه. سوال میکنه نسل شما چقدر از روش علمی برای تحلیل جامعه استفاده میکرد؟ جواب: در حد صفر. نسل کنونی جوانان ایران شعورشان از نسل ما بیشتر است. در دنیای دیگری زندگی میکنن، مخصوصا زنان ایرانی بسیار جهش کردن. باید اعتراف کنم شرمنده ام که نسل ما گند زد. خب یه روشن فکری است، حالا شاید یکم احساساتی هم شده، ولی در صورت نقد میکنه به خودش، نسل خودش رو نقد میکنه، خودش رو تو این نسل نقد میکنه. آدم معمولی هم نیست، آدم کتاب نویس، استاد دانشگاه، با مجامع بین المللی در ارتباط، با بسیار روشنفکران تراز اول اروپا نه. ولی میپذیره. این آدم به نظر من احترامش در نزد من بالا میده که میل به نقد داره، دیده به فهم مطالب است. اون که نقد میکنه تازه آغاز میکنه برای فهمیدن، برای تجدید نظر کردن و فهم درسته. اما بالاخره من نفهمیدم این آقای سروش که این سخنان رو میگه چه کاره هست این مملکت، چه جایگاهی داره، آیا جایگاه خودش تعریف کرده چی هست؟ یه عارفه؟ اگه عارفه خود دنبال شریعت نمیره عارف. اگه مولوی مرادت یا سمبولت یا عرفان مد نظر تو هست، عرفان با شریعت و شریعت مدار و فقیه و اینها جهان متفاوت دارن. جهان عارف به قول معروف در خدا، خداش فرق میکنه، خداش مظهر زیبایی، مظهر جلال و به اصطلاح چی میگن معبود انسان با اون عاشق میشه، رابطه عاشق و معشوقی است. اینجا خدا اینجا مهربان هست، رحیم هست، فلان هست. خدای عارف با خدای آدم شریعت مدار که جلال و جبروت خدا را برجسته میکنه،
و بسم الله القاسم الجبارین میگه و مکر الماکرین میگه و خدای سیاسته، خدای علمه و فقه. این با این دو خدا با هم فرق میکنن، خدای فیلسوف هم خدای ابن سینا و فارابی هم فرق میکنه با خدای اینها. اون منظر عقلانیت کل هست، یعنی عقل کل، عقل بی نهایت خدا هست که انسان این استعداد درش هست داره که به اصطلاح به این عقل عروج کنه. و همین دلیلم از نظر اینها فیلسوفان نزدیکترین رابطه رو با خدا دارن از لحاظ عقلی. و به همین دلیلم مدینه فاضله فارابی کسی است که امامش که فیلسوف باشه، یه شباهتهایی به مدینه فاضله افلاطون داره. عارف در صورت مقامات هفتگانه و حالات نوگانه به درجه سقوط تکلیف میرسه، یعنی دیگر شرایع مذهب برایش اساس نیست و خودش حق قانونگذاری برای عمل خودش پیدا میکنه. وقتی که به طامات و شتیات دست میزنه و سبحان الله اعظم رو انشاء میکنه، به معراج روحانی و اشراف بر خواطر دسترسی پیدا میکنه. برخی اونها را اهل بدعت و اباهی مینانم، همونطور که بارها به مولانای برخورد کردن اهل فقه، یعنی برانن که چون از آنها سقوط تکلیف شده، پس مراعات صوم و صلوات برای اونها دیگه لازم نیست، به حج نمیرن، اینو کار و کار عوام میدونن. همونطور که در به اصطلاح کتاب های اینها از داستان های صوفیا از بایزید دیگران میرن تو مسیر حج و اینجا میبینن یه انسان گرسنه است، تمام پولشون میدن اونجا و برمیگردن، میگم حج ما همین بوده که انسانی رو راضی کرده. و این شیوه های اونها هست و به همین دلیلم اونها را با رب البیت یعنی خدا سر کار، یعنی خانه خدا، میگه با خود خدا ما کار داریم، با خانهش کار نداریم. یا خدا در جسد نیست که خانه داشته باشه، بلکه خانه خدا قلب منه. از این جهت متشرعین شریعت پرستان و اینها جماعت صوفی را که این گونه به نظر به اسلام میرسن نظر میدن، با کلی کافر میدانن، اهل تعطیل میخوانن، یعنی بساط دین را تعطیل کردن، نماز، روزه، حج، خوم، زکات، اینا اهلش دیگه نیستن، یعنی تمام شریعت و دین رو تعطیل کردن. پدر جان آقای چپ و راست شعر از مولانا میگی، آقای سروش یا برو تو این خط به سر حرمت خودت تو عرفان حفظ کن، یه مش حفظیات از مولانا که حتی مولوی شناس هم نیستی تو، که حتی عرفان هم فکر نمی کنم بشناسی، چون اگه میشناختی میفهمیدی که علم صوفی با علم حکیم و فیلسوف فرق داره. یعنی همون علم دینی، علم حکیم علم ذوالعقل یا استدلالی منطقی بحثی و کتابی است. علم صوفی حرکتی است، از خدا به ماسوا و نه برعکس. لذا علم صوفی علمی است بخشنده از جانب خدا و همین جهت بین همه اهل ذوق مشترکه. علم کشفی، شهودی و اشراقی است، نه علم کتابی استدلالی. همونطور که مولانا میگه با استدلالیان چوبی ببرد، یعنی با استدلال و منطق و اینا نمیتونیم خدا را اثبات بکنی. برای من خدا یه امر دیگه است. برای من صوفی ذوالعقل نیست، با عقل به مفهوم فلسفی سر کار نداره، بلکه ذوالعینه، با چشم میبینه، یعنی تنها با
یک چشم اینا فقط خدا را میبینند. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید و همچون برف نیست. خب حالا این آدم، من نمیدونم وقتی که میخواد سوزنامه بنویسه برای خودش، یک مرتبه به عالم اشراق و عرفان پناه میبره. وقتی که میخواد حکم بده برای کافر و مسلمان کردن، همونطور که توی بحث مناظری تلویزیونی کسر آورد و نمیتونست حریف احسان طبری در استدلال و بحث و منطق بشه، سعی میکرد احسان طبری رو به عنوان یک دادستان ایدئولوژیک حکومت در جایگاه کفر و اسلام بکشونه. جونم با زیرکی و تردستی شگرف از این بحث عبور میکرد، چون هدف اون به اصطلاح شوراندن عوام بر علیه این شخص و تفکر این شخص و نبیش از این. در مقام یه فیلسوف بحث نمی کرد، در مقام یک شریعت مدار بحث می کرد. خب طبیعیه که در یه جامعه ناام، در هر کدوم از این جوامع دو گونه قانون وجود داره، دو گونه نظام و اندازه وجود داره، دو گونه ارزش اخلاقی، دو گونه دین هست. یکی قوانین و نظام و دین و اخلاقیاتی که از بسیار مردم سر میزنه، از گوهر جامعه سر میزنه، این ناگرفتنیست، خیلی زیاده. دیگر قوانین و نظام و اندازه و اخلاق و دین و فلسفه حاکم است که با زور و تهدید و مزدوری و عادت دهی و تحمیل و اینها تنفیذ میشه به جامعه. میخوای به اون تاریخچه‌شو براتون بگم که چگونه اسلام این وضعیت رو با هجوم خودش در جامعه ایرانی ایجاد کرد و واکنش جامعه زیر سلطه رفته شکلهای مختلفی به خودش گرفته، تا امروز هم ادامه داره. یک جامعه ناام در صورت این گونه عمل میکنه، یک نظام و قوانین موقعی جامعه در جامعه به حد اعلای امنیت، به حد اقل خشونت با حکومت بسیار به دوام میرسه که این دوگانگی و شکاف و تنش کاهش پیدا کنه بین حکومتچیان و مردم، شکل رسمی و قانونی نظم حکومتی به خودش بگیره با اون چیزی که دل مردم برخواسته. ولی این جامعه که به اصطلاح به اوج تضاد میرسه، مثل امروز ببینه که برای یک مسئله که خودشون خلق کردن، بیکاری، ناامنی، عدم امنیت شغلی، عدم شغل، 40% جوانان بیکار، و جوان دانشجو بلند میشه میره برای امرار معاش، حتی کولبری رو من دیدم دو پا نداره. آخه شرف داری تو دو پا نداره؟ این بار سنگین رو میخزن از این کوه و کتل و کمر و پرتگاه. خب این انسان شریف تن به دزدی نداده، تن به قاچاقچیگری مواد مخدر نداده، تن به کار زشت نداده، سعی کرده با همین توان جسمیش که دو پا هم نداره تازه زندگی شرافتمندانه بکنه. دو این رو گله میبندی، شرم نمی کنی؟ آخه این جامعه ناامنه. و وقتی قوانین نظام و ارزش هایی که مستقیما از گوهر دین مردمان بیاد بیرون، شکل رسمی و قانونی به خودش بگیره، حکومت مردم بر مردم فراهم میشه، نزدیک میشه. انتظار وقتی که شدید بشه، شکنجه و خشونت و تیراندازی و فلان، چاکار به جای رسید. تو آبادان همین امروز ویدیوهایی برای من فرستاده، جوانی در صورت پشت ماشین داره میره، مادرش یا خانم مسنم عقب ماشینه،
حالا نمیدونم چه دلیل بوده، بیست پلیس توجه نکرده یا نشنیده یا چه اتفاقی افتاده. خب این رو به مسلسل می‌بندم با کلاشنیکوف با هفتی فلان. این در صورت خود رو به سختی متوقف میشه، تیری به اون پیرزن میخوره، دو تیر به این جوان میخوره. پلیس میاد با کمال بیشرمی از نزدیک دو گلولم به شقیقه بچه میزن، جوان به جا به جا رو میکشه. خب آقای سروش، این جامعه ناام رو کی درست کرده؟ خمینی بنیان گذارش بوده دیگه. و تو ایدئولوگش بودی، یکی از ایدئولوگهاش بودی. آقای ابراهیم یزدی هم یک جاسوس سازمان سیا در صورت نقش خودش رو در به قدرت رساندن این نظام و خمینی بنا ایفا کرد. هر کدوم خب طبیعتا آقای یزدی به تنهایی نمیتونست، شما به تنهایی نمیتونستین، آقای بازرگان نبوده، همه تقریبا یک پارچه رفتید پشت تحقق این امر. و بعد بنابرای سهم خودتونم در تثبیت نه تنها سرنگونی رژیم گذاشته، بلکه در تثبیت این نظام هم شما نقش فعالی داشتید و در تئاترها و نمایش های امروزیش هم نقش ایفا میکنید. ای نظر به اصطلاح آدم معمولی نبودی. حق داری که بگی اینها خادمان مملکت بودن، یعنی آقای خمینی و آقای یزدی، از آیت الله خمینی گرفته تا یاران اونها آمدن و در کمال شجاعت و شهامت و شرافت وقتی که به داد مردم رسیدن که ملت به ستو آمده بود و میزان رنج و ستمی که بر آنها میرفت غیر قابل حساب و شمارش بود. خب یه فیلسوف اینجوری حرف نمیزنه که غیر قابل حساب و شمارش بود، رنج غیر قابل حساب و شمارش بود، سختی بود. آقای شایگان هم گفت به اصطلاح اون بخرنجی های ناشی از شتاب رشد بود، خیلی اتفاقات افتاد. مستبد هم بود، مستبد نسبی بود، نسبت به شما ملکی بود. و شما بگید که شما بسیارتان جوان هستید و آن ایام را به خاطر نمی آورید. میزان بیپناهی که این مردم حس می کردن در حد انفجار بود. به هیچ کس نبود که با آنها پناهی بدن یا با آنجا تکیه بکنن. جالب اینجاست مردم بی پناه بودن، تو پناهگاه مردم شدی. یا خمینی، خمینی رو مردم آوردن، اگر نه یه تبعیدی بود آن سر به اصطلاح عراق افتاده بود تا میتونست آخر آن بشم در تبعید بمانه. شما که الحمدلله تبعیدی نبودی، یعنی به خاطر جرم سیاسی مهاجرت نکرده بودی، نه شما، نه آقای یزدی، نه آقای قزاده، نه بقیه شما. تعداد مهاجرین سیاسی بیشترینشون از آن حزب توده ایران بود که بعد از کودتای 28 مرداد بخش بسیار رهبریشون مهاجرت کرد. تعداد انگوش شماری هم از سران جبهه ملی بود، از دکتر شایگان گرفته تا این خسروخان قشقایی رو که من میدونم توی برلین بود و تعداد کمی بقیه هم خیلی از جبهه ملی هم تو ایران بودن. خیلی هاشون از علایار ساله تا شاپور بختیار تا سنجابی تا صدیقی تا همشون تو ایران بودن و شغل هم داشتن، شغلای دانشگاهی، شغلای خوب هم داشتن. محرومشون نکردن به خاطر مخالفت سیاسی و یا شرکت داشتن در دست دولت مصدق. این تصویری که تو ارائه میدی
با واقعیت ها انطباق نداره. و به همه دلیل این کسانی که برای عمری خانه و زندگیشان رو رها کردن و موقتا و اجالتا زندگی می کردن به وطن بازگشتن برای اینکه خدمات خودشان را ادامه بدن به وطن بازگشتن، که این چند بی وطن آمدن میلیون ها نفر رو بی وطن کردن. اگر آماری واقعا در دست باشه، غیر از تعداد کسانی که برای تدریس رفتن خارج، برای مذهب هم تحصیل رفتن، دانشجو بودن اونجا رو کنفدراسیونی شدن یا مثلا چیز، تعدادشون به صد هزار نمیرسید. تازه همه نایی که آزادانه رفتن برای ادامه تحصیل، الان چند میلیون ایرانی از درس جانشون فرار کرده، از فرار سیاسی، فرار مذهبی، فرار عقیدتی، بعدش تا فرار مغزها، تا فرار موسیقیایی، تا فرار شغلی، امنیت جانی ندارم، یعنی شغل ندارم، فرار میکنم و مهاجر اقتصادی هستم، میلیون ها نفر شده. خب شما که استعداد این رو دارید، یک چی میگن سوزن جوال دوز به حریف بزنی، استعداد یک تار سوزن ضعیف هم به خودت داری. و سروش خمینی به یارانش رو با تاکید به غیر قابل تردید بودن این پندار از خادمان مملکت میدونه، اونا را کسانی خطاب میکنه که با شجاعت و شهامت و شرافت به داد مردم رسیدن و با شگیری انقلاب به خدم مملکت برگشتن تا بزرگسه خدمت کنن. را برمیگردیم خدمت اینا را، چه خدمتی به مملکت کرد؟ مملکت رو میذاریم سال 57 اونجا، از اونجا مبنا قرار لازم اقتصادی، لحاظ فرهنگی، لحاظ سیاسی، از همه اینها مقایسه میکنه، لحاظ طبیعت. بعد ببینیم کارنامه کی سنگین تر از لحاظ بار منفی. دکتر سروش که خودش رو اندیشنده و روشن سخن میدونه، سابقه نداره که چیزی یا نوشته باشه بدتر از انکار بکنه اون رو. خب آیت الله منتظری، شاگرد یار و مقام خمینی، در صورت وسط کار، اوایل کار، دید داره چه نظامی داره تحکیم پیدا میکنه، به وحشت افتاد در رابطه با کشتارها، که در جایگاه مقام رهبر بود، جایگاه معاونت رهبر بود، وقتی که کشتار دست جمعی چند هزار زندانی سیاسی صادر شد، شما چی کار کردید؟ یه نامه‌ای، مقاله‌ای، واکنشی، سخنرانی در خفا برای دوستانت کردی؟ نه. دقیقا نه آقای منتظری به عنوان آخون واکنش‌هاش تو تاریخ ثبت شد. خب مثلا هنوزم شما شیفتگیتون به خمینی از دست ندادین و خط امامی هم اغلب ندادن، که اغلبشون هم همین اصلاح طلب ها هستن. در صورت بیشتر در دهه 50 و کما بیش در اوایل دهه 60 شمسی بخش مهمی از شخصیت ها و جریان های سیاسی غیر حزب اللهی در ایران، هرچند بر اساس باورهای سیاسی و جایگاه شخصیتشون انذار نمی رفت، زامت یا حتی همراهی یکی از روحانیان شیعه رو بپذیرن. شاید بشه گفت که اعتماد یا صرفا همراهی به همسوی تاکتیکی یا استراتژیکی بخش مهمی از جریانات سیاسی مبارزات ایران در دهه 50 با خمینی رو، و شاید بشه به حساب اطلاعیشون گذاشت، کم تجربگیشون گذاشت. کسی در صورت تصور شاید نمی کردیم حرکت واپسگرایانه با این قدرت و شدت در جامعه صورت بگیره، قابل فکر. اما بعد از این حوادث که اتفاق افتاده،
شما در مقام این گونه دفاع می آید، خب باید مسئله رو پیشیابی کرد و پرسید داستان چیه و کار به کجا می کشه و مسئله رو چگونه باید ارزیابی کرد. خب ندیدن آمدانه همه مسائل و کسی که خودش رو فیلسوف میدانه و خودش مدعی رواداری تساهل و روشنفکر دینی میدانه، یا برای تو این انسان هایی که تمام به فرمان خمینی اعدام شدن ارزش فکر کردن ندارن که باید رنج بدی، یا این تسامح مدارای دینی تو در مورد اونا صدق کنه چون کافر بودن، یا اینکه دروغ بگی شارلاتان بازی در میاری. در سخنرانی به مناسبت درگذشت خمینی او را آفتاب دیروز و کیمیای امروز خواندیم. 3 سال بعدتر هم در مقدمه کتاب قصه ارباب معرفت ضمن اشاره به اینکه امام خمینی یکی از محبوبان اوست و او با خواندن کتاب حکومت اسلامی خمینی مقلد ایشان شده، از شیفتگیش به ایشان کلید شخصیت و عزت و گویی خدا در اسم عزیز بر او متجلی شده. بله عجیب است. یعنی خب کسی خودش فیلسوف بدانه، بعدش البته فیلسوف در تعریف متعارف به کسی گفته میشه که حرف جدیدی در سه جهانی بزنه که تا قبل از اون هیچ کس نگفته باشه، اون موقع در مقام فیلسوف اون رو جا میده. اگر نه یه سری کسانی مثلا دانسته هایی داشته باشن از فارابی، ابن سینا، هگل، کانت، هرچی، اینا مدرس هستن. تازه اگر خوب فهمیده باشن هگل رو یا فارابی رو، کدوم نوآوری رو توی عرصه جهانی تو مطرح کردی که قبل از حتی همین نوشته های شما تازه رونویسی از اندیشمندان عرب و ترک است، از ارغون گرفته تا دیگران، همه مطالبی که به خورد جماعت میدی قبل از تو اونها گفتن، هیچ فکر و اندیشه تازه در نظریات تو نیست که حتی تو همین چارچوب محدود جغرافیای اسلامی هم کلمات اینجوری به شما بگن. قبل از تو همین مسئله وعی رو خیلی قشنگتر از تو شکافتن که حالا اومدی به اسم خودت کردی که وعی محمد به اصطلاح الهامات یا چیزهای تخیلات یا الهامات یا چیزهای شخصی اون قبل از گفتن رونویسی کردی. در صورت خمینی در نظر شما مقلد، فیلسوف متفکر مقلد نمیشه، نه اینکه دیدین بشه یا دیندار نباشه، ولی مقلد نمیشه. مقلد به کسی گفتن میگن که رساله آقا را بخونه در مورد باب حیض و نجاسات و فلان اینها اونا را رعایت بکنه در کمال شجاعت و شهامت شرافت به اصطلاح و لایق مغفرت الهی دانستنه. این آدم بسیار شگفت انگیزه. من نمیدونم، شاید اجبارهایی تو رو وادار میکنه این حرفا رو بزنه، آدم باورش نمیشه از روی قلب یا صمیم قلبی حرفا رو بزنه، چون البته این جمهوری اسلامی هم موجودات عجیب غریبی هستن و خلاصه از همه مدرک و سند دارن و در صورت میتونن آدم ها رو بفرستن خارج و از راه دور کنترلشون کنن طبق اون مسئله که انجام دادن. سوهیشون در صورت چه اصراری داره که نسل جوانی که تاریخ مملکت رو شفاهن شنیده این آدم ها رو به هیئت نجات دهنده عرصه بکنه؟
خب چه مصابره و اظهار وجودی در بازار گرمی مداحان و بعضی مبلغان دینی بسیار دیده میشه. مثلا همین مداحای ما دیگه کار رو به جای جالب میکشونن، از که یه ترانه در مورد امام علی و ازدواجش با حضرت فاطمه دیگه بابا کرم آوردن تو کار، چون قبلا هایده آمده بود. الان آخه نظامی که تولیدات هنریش آقای اکتروش خمینی پایگذاری کرده، تولیدات هنریش تطلو و الهام چرخنده و این مداها و اینا، اینا هم به اصطلاح حقوقهای گزاف میگیرن بابت این هنرهای آنچنانشون. این پدیده اصلا ارزش چیز گفتن داره؟ فقی پدر را گفت هیچ از این سخنان دلاویز متکلمان در من اثر نمی کنن، به علت آن که نمی بینن ایشان را کردار موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و قله اندوزن. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچی گوید نگیرد اندر کس. عالمان کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. و آنکه خودش رو پیشوای مردم میکنه، پس از تعلیم دیگری باید به ادب خیش بپردازه، و پیش از آنکه به گفتار فرمایه باید به کردار ادب نمایه. آنکه خودش تعلیم ده و ادب آموزه، شایسته تر که تعظیم رو بیاموزه از آنکه دیگری رو تعلیم داد و ادب آموزه. حتی من فکر کنم حرفای امام علی رو نخونده که اینقدر گستاخ بر علی مظلوم و اینقدر سرسپرده در مقابل ظالم هستی. هیچ به اصطلاح چی میگن سرکشی در مقابل ظالم از شما دیده نشده. شما به قول معروف دین رو ابزار شهرت کردید، دین رو ابزار قدرت کردید، دین رو برای آینده نگه داشتی که عوام فریبی کنید، داز بر پایه همین اهل قوا و اهل به اصطلاح عوام و اینها دوباره چیکار کنید؟ به قدرت باز بگردید. درک شما از دین اینه، همونطور که اصلاح طلبا همشون دارن این بازی رو میکنن. مطهری گفته چیز جالبی رو گفته، گفته روحانیون اهل سنت که وابسته به دولت هستن در مقابل عوام از حریت و آزادی بیشتری برخوردارن و مجبور نیستن به خاطر عوام حقایق رو کتمان بکنن. اینا میگن روحانیت عوام زده ما چاره نداره از اینکه همواره سکوت رو بر منطق و سکون رو بر تحرک و نفت رو بر اثبات ترجیح بده، زیرا موافق طبیعت عوام، حکومت عوام منشأ رواج بی حد و حصر ریا، مجامله، تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب بلند بالا در جامعه روحانیت رو سبب شده که در دنیا بی نظیره. شما پرورده همین هستی، پاچه خاری. حتی چاپلوسی عوام میکنی به خاطر دین که بتونین رأی بیارین. الان مد شده رأی آوردن. حکومت عوامه که آزاد مردان و انسانها رو دلخون میکنه و آزرنج میده. چرا این وضعیت رو به اصطلاح شما به وجود آوردید؟ به واقع میتونم بگم به شدت سیاست رو آلوده کردید. یعنی اگر پیش از انقلاب به قول معروف
سیاستی شفافیتی داشت، به طور نسبی شما این شفافیت رو نابود کردید. در عنوان به قول معروف حضور مردم در سیاست و ابزارگونی کردن سیاست، یک ایدولوژی یا دین در همه ادوار و مقاطع تاریخی همیشه این نقش ثابت و واحد نداره، بلکه ایدولوژی دینی که امروز نقش حمایت از بینوایان و کارگران و ضعفا و محرومان و به قول خودتون مستضعفان رو داره، فردا به همون خوبی و کمال نقش مقدس سازی، متعالی سازی و به اصطلاح نورانی سازی رهبران و حتی نقش مقدس کردن زور و قهر و شکنجه و عذاب رو هم داره. خیلی راحت دوانش ها به ما کاب می زدن، هم ما می دونستیم شکنجه است، هم بازجو می دونست شکنجه است. شما آمدین اون کاب رو کردید، به اصطلاح چی میگن شرعیش کردید و حد شرعیش کردید، حالا 70 ضرب شلاق حد شرعی. اگر اون بابا فقط سیاسیون رو، اونم سیاسیون ها، همه سیاسیون رو نه، بلکه سیاسیونی که در سر مقاومت میکردن و یا پنهان میکردن رو شلاق میزدن، شما آدم عادی رو تو خیابون شلاق میزن به جرم مثلا مشکوک بودن به میخارگی. شما در خیابون اگه اونا اعدام میکردن، پنهان اعدام میکردن، شما جرثقیل میرین تو خیابون، اینا خدماتتونه. یه مقداری کارنامه تونه نگاه بکنید، کارنامه دوران انقلاب اسلامیت رو و ضد کودتای فرهنگی خودت رو، دار دستت رو که فقط 2300 تا دانشجوی نخبه از دانشگاه آریامر رو به بیدادگاه ها فرستادید، همین شورای تحکیم وحشت شما، تحکیم وحدت سویش بود، انجمن های دانشجویی چی بود، برسدی به اعدام کردن صدها نفر رو، فراری دادی در یه دانشگاه فقط. بله، چنین کارنامه ننگینی طبیعتاً باید از آقای خمینی حمایت کنیم، باید از هم مسلک خود آقای یزدی حمایت کنیم، چون اون هم منشه و آغازگر به اصطلاح کشتار وحشیانه و خشونت آمیز. اگر ما رو میبردن تو دادگاه نظامی، خب محاکمه میکردن، وکیل تسخیری داشتیم، یک حالتهایی داشت از دادگاه یا وکیل تعیین میکرد. شما برای اونا که بردیم پشت مدرسه رفاه، این رفیق خدمت گذاره و چی میگن افراد درجه یک نظام گذشته رو اونجوری تیرباران میکردی، فکر نمیکردی همون موقع میتونست آقای حویدا به ریش تو و همینا بخنده؟ شما ما رو متهم میکردی که دادگاه های ما فرمایشی هست. حالا دادگاه شما درست هست؟ اصلا معنی مفسد فلعرض رو میدانی که کسی تغییر در زمین در جامعه ایجاد بکنه از نظر شما مفسد فلعرض، چون جهان سکون ثابت و غیر قابل تغییر رو میخواد. در صورت حضور مردم اینگونه است که نو یکی حضور ما علامت نمود قدرت بسیار میتونه باشه، حضور علامت نمود قدرت نیست، حضور داشتن یک حضور ما علامت نمود قدرت ایدئولوژی، علامت قدرت خبرگان، علامت قدرت پاسداران به ایدئولوگ های دین مثل شما است. مردم رو به اصطلاح شما حتما الفبای فلسفه رو بود و نمود رو میفهمید، در فلسفه کهن در صورت زیاد به کار رفته، مردم اونها رو همیشه در صحنه حاضر نگه می‌دارید، اونها رو همیشه در صحنه مشغول می‌کنید،
از این طریق رابطه میان نمود و بود رو گلالود میکنیم. تا حالا 40 سال 38 سال همین بازی رو کردیم و بدبختی مملکت این است که بخش قابل توجه از نیروهای چپ سابق چپ نما هستن تو همین دام افتادن. همین تفاوت رو نمیفهمن. بسیاری از این به قول معروف افراد خارج نشین هم تو این بازی و این تئاتر افتادن. در اینجا ظهور مردم در عرصه سیاست فقط تظاهر به سیاسته. تبدیل سیاست به صحنه تئاتر، به صحنه بازی کردن و تظاهر، نابود ساختن بزرگترین مفهوم و واقعیت دموکراسی. این همه صحنه رو توی رژیم گذاشته هم بود، این همین. اما تفاوتش اینه که چیزای شما، قدرت فریبکاری شما به یمن وجود افرادی مثل شما اتفاقا، چون موقع تمام روشن فکران علیه شاه بودن، چه چپ چه راست چه مذهبی، همه اینا در فریب مردم نقشی بازی نمی کردن. اما این حکومت تونست بخشی از قابل توجه از این روشن فکران جذب خودش بکنه و تبدیل بکنه به صحنه آرایان این تئاتر، صحنه بازی کردن و تظاهر کردن و نمایاندن میان مفهوم نمود و نمایش و فرق اونها را به همین علت مخدوش کردن تا اون حد که با تعمد و غرض خاص آنچه میخواهند بکنن انجام نمیشه و به درست در نمایاندن مانع آن از نمودن آنچه که هست میشن. از این رو میان اون بازی که ما به عنوان خصیصه واقعی سیاست ذکر میکنیم، این بازی که شما در آوردین به اصطلاح فرق زیادی بینش است. قدرت انسان، قدرت ملت، قدرت مردم، هستی ملت، منافع ملت، شخصیت ملت، قدرت مردم به اصطلاح از طریق نمایندگانش واقعیش تفتیز میشه، نمود به اصطلاح ملت. بر همین اساس ارزش رأی سیاسی پایه دموکراسی میشه. رأی عمومی قدرت عمومی رو نمایندگی میکنه. مطبوعات، کتاب ها، روزنامه ها، نشریات نمود قدرت موجود در جامعه هستند. شما یکی از کسانی بودید و داران شما که به اصطلاح نویسنده رو کشتار کردید، خفه کردید، مجبور به فرار از مملکت و بخش بزرگی از ادبیات ایران رو خفه کردید، ادبیات چپ رو، ادبیات ایرانگرایی رو. اینا کاری کردی که به اصطلاح فردوسی رو میخواستیم به دشنام تبدیل کنیم. این گونه قدرت نمایی میکردی آقای فیلسوف؟ چرا شهامت این رو نداشتی که با حضور اندیشمندان نهلهای فکری دیگه چیکار بکنیم، برتری خود اثبات بکنیم در یک مناظره های متعدد؟ چرا نتونستی؟ و در صورت مردم رو ترسوندن، به وحشت انداختن و اون رو پای صندوق بردن، این نمود قدرت مردم نیست، از حراس و اضطرار ترس. هیچ عنصر عقلانی تو این کار نیست. شما با احساس مردم بازی میکنیم، حضور مردم در اینجا نموده ضعف اونها میشه. در ظاهر تئاتر قدرت و در باطن واقعیت ضعف. اینها کشنده شدگان و رانده شدگانن. اونها را با ایدولوژی ها بلغا و عقاید اونها اینج بازی کشندی، اونجا حرکت دادی. اینجا بدون خود، بدون تصمیم خود، بدون اراده خود، بدون قدرت خود در این بازی در صحنه تئاتر شرکت میکنم، در سیاست شرکت نمیکنم.
قربان مثال این تئاتر رو همه چند وقت پیش رو انداختی 24 میلیون هم با آقا رای داده، ولی کابینش همش امنیتی. من نمیدونم اگر اون حریفی این رقیب این میمد کابینه بطرزی میبورد از اون دستش بازتر بود که انعطاف پذیرتر برخورد بکنه. اینها نمایشگران قدرتن، نه واقعیت قدرت، نه سرچشمه قدرت، نه نمود قدرت. چی دارم؟ من فکر کنم وظیفه روشن فکران است به مردم باید بگم که آلت دست قرار نگیرید، در صحنه ای بروید شرکت کنید که رأی تو نماد شخصیت توست، نماد وجود توست، نماد حیثیت توست. به هر بسر و بسر پای رأی ندید نماینده مثل اون نماینده ارومی بیاد توی مجلس. آخر اینا ناکشی هم بله. همین ولی وسیله ساختن مردم در در حاضر ساختنشون در صحنه‌های تئاتر، در اعتصابات، در راهپیمایی‌ها، در سازمان‌ها و احزاب، حتی به جای اینکه مردم شریک در همکاری سیاسی بشن، سبب میشه که مردم بفهمن که آلت دست قرار گرفتن، آلت دست ایدئولوژی‌ها، آلت دست عقاید و بالاخره آلت دست روشنفکرها و روحانیون، روشنفکرهای مثل شما. و نسبت به سیاست، به دموکراسی، نسبت به سرنوشت حتی مملکت لاقید و بی‌اعتنا بشن. چند بار میخوای بازشو بدی؟ چند بار دیگه از این ابزار دین برای عوام فریبی لطمه به خود دین هم میزنه. تمام هزار سال تاریخ به اصطلاح دین شما اینو اثبات میکنه و این روشنه. و وقتی که نمونه تاریخی من بخوام به اصطلاح بگم، وقتی که اعراب بر ایران مسلط شدن و در صورت خلوصه در اون دوره نمیشه در سلطه دیگه بی بازگشت بنی امیه، در این دوره جامعه ایرانی به لحاظ سیاسی نظامی عقیدتی خلص را شد و تسلط قهارانه عرب بر همه عرصه ها، عرصه دانش، اندیشه، هویت انسانی انسان ایرانی رو به زیر سوال برد. فرهنگ قارن، فرهنگ غنیمت و چپاول و اسارت و بردگی، تعادل روانی جامعه رو به هم ریخت. جامعه رو مثل شما آمدی مسلمان و کافر، عرب و عجم، مولا و مولی، مقلد و مهندس لا مرجع تقلید، فلان و فلان، استعمارگر و استثمار شده، پیروزمند و مغلوب تبدیل کردی. با مغلوبی چه رفتاری کردی؟ این نشانه شهامت شما بود. انسان با مغلوب شکست خورده این رفتار میکنه، اونم تو قرن بیستم و آستانه قرن 21. به اصطلاح شما که اینگونه با این نظامیان ایران رفتار کردید، ببین اون عرب، اونایی که شما اونا رو میپرستید، عرب پرست، من نمیدونم چرا اینقدر قرب ستیز هستید، چرا عرب پرست هستید. و وقتی حالت شد فروپاشی ساختار سیاسی اجتماعی در میان اهل قلم و تفکر و اندیشه، احساس سرخوردگی و شکاف عمیقی به وجود آمد. در صورت تا قبل از حمله عرب خدای ایران فارسی حرف میزد یا به زبان مردم حرف میزد، اورمزدان. پادشاه به زبان مردم حرف میزد، مردم هم زبان هم خدا رو میفهمیدن هم پادشاه. یه وضعیتی وجود آمد انسان ایرانی نه زبان خلیفه رو میفهمید زبان عرب رو، نه زبان خدای عرب رو که به زبان عربی حرف میزن. این یک به اصطلاح از خود بیگانگی عجیب در جامعه ایرانی به وجود اومد. و چون ابزار مثبت اعتراض در مقابل نیروی قهار و سلطه‌گر رو نداشت، راه منفی رو انتخاب کرد. راه منفی چه بود؟ برای اینها
راه زهد، راه پرهیز، راه خودکاری از همکاری، راه گوشه نشینی، این راه رو با یغماگران مال و جان و ناموس خودشون در پیش گرفتن. چپاول حاکمیت عرب که مطلق شده بود روزگار رو به اینجا کشون. اینا نساک بودن یا زاهدان نخستین، پیشگاوان تصوف، تصوف زهد و مردم گریز و چله نشین بودن. اما جامعه به ترجیح به خودش اومد، واکنش اجتماعی در مقابل فرهنگ سلطه و تاراج و غنیمت تغییر کرد و صدای زمزمه بلند شد. عصر و دوران انفراد و انزوا و در خود رفتن و دعا کردن تغییر کرد. روی واگرایی، روی همگرایی، یعنی روی مهر، یعنی روی عشق، یعنی روی همبستگی، یعنی روی واکنش جمعی تبدیل شد. عصر تصوف عشق از اینجا. نماینده عشقی است. منطقه دیر شیخ بزرگوار عطار هیچی ازش نمیفهمید. عصر آموزش عشق، اتحاد، زندگی هدفمند، به اصطلاح اشتیاق، آرزومندی، دیگه تنهایی نیست. روی سیمرغی میاد، یعنی رمزواری وحدت ملی. میدونم اسم سیمرغ میاد تن شما میلرزه، چون مال عصر الحاد به قول شما، از افسانه های اسطوره های شگفت باستانی ملت ایران. شما از ایران بودن نفرت دارید، همونطور که همتون اینجا بیان کردید. پشکاله سیمرغ رمزواری وحدت ملی در مدینه فاضل، فاضله عرفان اجتماعی ما است. و اگر بویی از عرفان برده بودی، حرمت مولانا رو حفظ میکردی، حرمت عطار بزرگ رو حفظ میکردی، که این طغیان اندیشه بر علیه سلطه و زورگویی و تحجر و بر علیه ولایت فقیه و بر علیه خلافت و بر علیه این هاست. و به همین دلیل انفراد مرغان تنها تجمع کردن و در جستجوی پادشاه افسانه خودشون رفتن، نه به دنبال ولی فقیه، نه به دنبال خلافت، و نه به دنبال بنی هاشم و بنی اسد و بنی امیه و بنی عباس. دنبال سیمرغ افسانه پادشاهی وجود خودشون رفتن و رفتن. در این راه ستور باز بعضی غرقه دریا شدن، باز بعضی محو ناپیدا شدن، باز بعضی بر سر کوه بلند زنده جان دادن در گرم و گزند، باز بعضی ها اسیر دانه خیش را کشتن چون دیوانی. اگر شما جز اون مرغان بودید، قطعا اسیر دانه می شدی و خودت مثل دیوانگان می کشتی. رفتم، یعنی کسرت، انفراد، همدلی، همدردی، همرایی، همرایی، همکاری، همبازی و اینا انجام سیمار مرغ تنها یک بار تبدیل شده و مزار خود را ملت ایران راه سیمرغی خودش رو پیش خواهد رفت. یک متشرعی مثل شما را به زیر خواهد کشید و دیگه اجازه نمیده به اصرا از این بازی ها در بیاورید و به قول معروف مسائل رو این گونه آلوده بکنید، مردم رو به بازی بگیرید، سیاست رو آلوده کنید و نامش رو هم بذارید به قول معروف خدمت. شما مثل که در برج عاج خودتون غرق شدید و نمیدونید چه بر سر ملت آمده، نمیدونید چه بر سر صنایع آمده، نمیدونید چه بر سر به قول معروف این جامعه
آمده که مردم از بیکاری، فقر، توی دستی همین ها در عذاب هم. خب بیان یه مقداری به اصطلاح این مسئله رو باز کنیم، چون صحبت 11 سپتامبر بوده، منم به اندازه کافی صحبت کردم. یادم میاد در همون روز 11 سپتامبر یکی از تلویزیون های لس آنجلسی یا رادیوها که با من مصاحبه میکردم، فکر میکنم آقای آتابای بود، در رابطه با چیستی 11 سپتامبر از من پرسیدن. من تشریح کردم و گفتم درست در همین روز 11 سپتامبر کودتای شیلی اتفاق افتاده، یعنی خود آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ 11 سپتامبر ها برای ملت های دیگه درست کردن. در استادیوم سانتیاگو چندین هزار انسان رو قتل عام کردن. با مدیریت CIA و کاخ سفید این جنایت هولناک صورت گرفت. آلنده منتخب مردم در اون استادیوم، ویکتور خارا این خواننده شگفت، این انسان شریف، دو دستش رو با قنداق تفنگ له کردن که گیتار ننوازه. و شعر معروفی رو در همونجا سرود که بعدها توسط همسر انگلیسیش آمد بیرون و شهرت جهانی پیدا کرد. خب اتفاقا مقایسه این 11 سپتامبر شیلی با حوادثی که در مملکت ما گذشت میتونه قابل فکر باشه. اونجا هم خودش رو آقای پینوشه نجات بخش میدانست که گویا قانقاریای آلنده، یعنی افکار و اندیشه هاش، آمده و چیکار داره میکنه؟ جامعه شیلی رو مریض کرد. و در مصاحبهش گفته وظیفه من برای عنوان ناجی این بود که این دست قانقاریا شده رو، این دست به اصطلاح بد رو قطع کنم. اون هم خودش نجات بخش میدونست. هر کودتاچی خودش نجات بخش میدونه. هر کسی که در صورت با زور به قدرت برسه بر علی قبلی ها حرفای از این دست میزنم. اما واقعیت چه بود؟ دولت آلنده چه بود که چنین مورد غضب آمریکایی واقع شد؟ خیلی ساده، به دولت توسعه گرا بود و توی رقابت انتخاباتی با تمام وزن و توانی که CIA آمریکایا و بقول سرسپردگان داخلیش به خرج دادن رای نبود. تمام امکاناتم بود، رسانه ها همه امکاناتم داشتن. آلنده و عذاب چپگرا برند شد. جرمشون چی بود؟ جرمشون اون بود که معادن مس شیلی رو که 80% درآمد کشور از اون بود ملی میخواستن. به این باش به سلام اون تفکر شرکت سالار آمریکایی در تضاد منافع آمریکا. خب آمریکا اینجوری است، از زمان دالاس این جمله معروف ورد زبان تمام دستگاه سیاسی آمریکا شد که منافع آمریکا را به خطر انداختن معناش این نیست که طرف میخواد موشک بندازه آمریکا، میخواد فلان کنه. همینقدر که یه شرکت آمریکایی، حالا یونایتد فروت باشه یا یه شرکت نفتی باشه، هالیبرتون باشه، مورد تهدید واقع بشه، تهدید به این معنا که آقا میخوایم ملیش کنیم، نفت ماست میخوایم ملیش کنیم، این میوه ماست میخوایم ملیش کنیم، این مس ماست میخوایم ملیش کنیم، مال متعلق به ملت ماست، این یعنی تهدید
امنیتی برای آمریکا، این رو دالاس چیز کرده به اصطلاح. بر اساس همین منطق هر جا که شرکت های آمریکایی مورد نه تجاوز بلکه مورد محدودیت قرار می گرفتن که آقا آمده اینجا به صورت محیط زیست رو رعایت کن، رعایت نمی کن. آقا حقوق کارگر بده، نه نمی. آقا به قوانین کشور احترام بگذار، یا مسببات پارلمان ما رو که یه سری محدودیت ها ایجاد میکنه بیا اصلا میخواه آقا چیز بکنن، ملیش کنن. اینها تهدید علیه امنیت ملی آمریکا در نظر میشه و بر اساس این تفکر چیکار کردن؟ خب کودتا در شیلی سازمان دادن. قصد چی بود؟ قصد این بود که خصوصی سازی بکنن. در طول تاریخ محدود دولت هایی به اندازه ما مشبق سرمایه زداری بخش خصوصی بودن و با این کار در صورت جنایت های بزرگ رو سازمان دادن. آدم ربایی به مقیاس انبوه، گورهای دست جمعی، همش طرفداران شوک درمانی، طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی. نئولیبرالیسم اقتصادی از شیلی شروع شد، عنوان موش آزمایشگاهی مردم شیلی باید تاوان این به ساتوری های مکتب شیکاگو آقای فریدمن و فون هاگ پدر معنویشون، پدر بزرگشون، به اصطلاح مردم شیلی باید میپرداختن و اجساد اینها را پنهان میکردن. شکنجه و اینها به گسترش، به شدت گسترش پیدا کرد. اجسادشون رو به گروه های دست جمعی انداختن، سپس منکر هر گونه اطلاعی می شدن. به گزارش کمیسیون حقیقتیاب شیلی در سال 90 که تشکیل شد، پلیس مخفی با پرتاب کردن قربانیان با بالگرد در اقیانوس تعداد کثیری رو به خصوص فعالین کارگری رو اینگونه کردن. پلیس مخفی آمده بود توی بالگردا شکمهای اینا رو پاره می کرد که اینا باد نکنن رو آب بیان و غرق میشن. ناپدید شدگان در آرشانتون مرحله بعد مقیاس بزرگتر و بزرگتری رو به خودش گرفت و آنچه هیچ کس نمیتونست انکار کنه، هیچ اطلاعی نداشتم. آقای سروش، خب شما همون راه روش پینوشه رو در پیش نگرفتید، مردم رو چند هزار، 4000 اعدام کردید بنا به آمار خود شما. تقریبا آقای آیت الله منتظری همین به 3700 گفته، باقی آقای باقی شون هم همین بود. خب اگر کار شرعی بوده آقا و قابل دفاع است و کار درستی بوده، خدمت به مردم بوده، خب چرا ازش دفاع نمی کنی؟ چرا پنهان کردی؟ چرا گور دست جمعی درست کردی؟ چرا هنوزم مادران عزادار خاوران مجبورن دنبال گمگشتگان خودشون، گورهای بچه های خودشون بگردن؟ این خدمت شرم نمی کنی تو یک عالم دینی، یک عالمی که ظاهرا تصور ملت این بوده که و دیو چه بیرون رود فرشته در آید؟ این فرشته تونه مقلدی همچون کسی هستی تو؟ خب معناش چی هست؟ معناش این است که اون کارا رو تایید میکنی. معناش این است که اگر منم جای اون بودم این کارا رو میکردم. خب و در صورت این شکنجگران اغلب توسط آمریکایی‌ها تربیت شدن و درست روزی که کودتا صورت گرفت، پر بچه های مکتب شیکاگو آمدند و عملیات کندر رو که چیز کردن، بلافاصله برنامه اقتصادی خودشون رو ارائه دادن و کار خودشون رو شروع کردن. خب در شکنجگاه ها همین سلول تابوت رو از کجا آوردی؟ در
زندان اوین سلول تابوت بود، از پینوشه یاد گرفت. در صورت حتی توی شکنجه هم شما موجودات مقلدی هستید. تمام اینا را از پینوشه و مینوشه و این دار دسته های شکنجگرهای اسرائیلی و آمریکایی و این پینوشه ها یاد گرفتید. در صورت زندانیان زندان لیبرتاد اروگوئه را به لایلا یا جزیره میفرستادن. نسخه نزدیک به آزمایش سازمان سیا رو اونجا پیاده میکردن در زندان اویلا گریمالدی شیلی، که اتاقک های شیلی برای اونها، این اتاقک ها و تابوت، به نام تابوت که نمیتونستن زندانی تکون بخورن، نه بخوابه، نه بشینه، نه فلان. روزها این وضعیت نگه میداشتی. در یکی از بزرگترین مراکز شکنجه، یک مدرسه مکانیک نیروی دریایی در بوئنس آیرس در آرژانتین همین وضعیت رو وجود بود. چپگرا بودن در اون سالها سرانجام شکار شدن. کسانی که به خارج نگریخته بودن لحظه به لحظه در تلاش بودن که به سایه گام از پلیس جلوتر باشن تا کشته نشن. آقای سروش، چپگرا بودن بعد از انقلاب بهمن چه وضعیتی داشت؟ به اصطلاح چه مسئله رو به همراه خودش می برد؟ میدونیم بفرمایی. خیلی از اینا نه دست به اسلحه بردن، نه فلان، خیلیشون نه قیام کردن، بلکه صرفا حرکت سیاسی میکردن. و در شیلی و آرژانتین و اروگوئه به اصطلاح کودتاچی های نظامی عملیات پاکسازی ایدولوژیکی وسیع را انداختن. کتاب های فروید، مارکس، پاپلو نورودا سوزانده می شود. صدها روزنامه و مجله را بستن. دانشگاه را اشغال کردن. اعتصابات و گرد همایی های سیاسی رو ممنوع کردن. خب شما هم آقای سروش همین کارا رو تو دانشگاه کردید، یعنی کودتای فرهنگی، یعنی بگیر و بند، یعنی حوزه‌ای کردن دانشگاه، یعنی این سازمان تحکیم وحشتتون جستجوگری و نابود کردن فرهنگ چپ، نه فقط افراد فعال سیاسی، شما دشمن فرهنگ هستید. همونطور که پینوشه دشمن فقط آلنده نیست، شخص آلنده، دشمن افکار آلنده است، دشمن افکار پاپلو نوروداست، دشمن افکار فرویده. برخی از رذیلانه ترین حملات اونها علیه اقتصاددان ها صورت میگیره که این داردسته مافیایی شیکاگویی آمده بودند و پیش از کودتا شکست خورده بودن. در دانشگاه شیلی آمده بودن حالا انتقام بگیرن، مثل شما. و در اونجا مثل استادان نافرمان رو چیکار کرده بودن؟ دانشجوهای نافرمان رو به گلوله بستن. ده کودتا در محوطه ورودی اصلی مدرسه اقتصاد دانشگاه شیلی 6 دانشجو رو در مقابل مردم، در مقابل دانشجوها به گلوله بستن تا درس عبرتی برای بقیه معترضان باشه. وقتی کودتاچیان نظامی آرژانتین قدرت رو به دست گرفتن، سربازان وارد دانشگاه جنوب در باخیا باتلکا شدن و 17 استاد رو به اتهام تعلیمات مخرب زندانی کردن. تعلیمات مخربی چون بود؟ از اقتصاد کینزی دفاع میکردن، از دولت رفاه، دولت توسعه گرا. همین کارا رو تو نکردی؟ همین کار آقای خمینی نکرد؟ این اقتصاد ایران رو بیروز انداختی؟ شما دشمن شاه بودید؟ نه،
دشمن مدل اقتصادی شاه بود. وجه اشتراک شما با مکتب شیکاگو، با مافیای برکلی که الان وزارت خارجه رو از اول انقلاب تصرف کردن همینه. آمدید که مکتب شیکاگو رو پیاده کنید، اومدید که اقتصاد ایران رو نابود کنید، اقتصاد توسعه گرا رو نابود کنید. من نمیدونم، حالا سابق میگفت آقای حزب توده میگفتش که من نماینده کارگر هستم، جبهه ملی نماینده بورژوازی ملی است. این اتحاد اتحاد معقول، پایه اجتماعی داره، بسیار خوب، هر دو مبارزه بر علیه سرمایه‌داری خارجی، بازار داخلی مال ما، مال تولید کنندگان داخل منطق داره. خب همین هم قابل فهمه. رئیس جبهه ملی مصدقه، از اقتصاد ملی دفاع میکنه در مقابل اقتصاد استعماری، در مقابل اقتصاد تحکیم و تولید خارجی به داخل، از بازار داخلی دفاع میکنه. من نمیدونم الان این نهضت آزادی از چه طبقه دفاع میکنه، جبهه ملی، این ملی مذهبی ها از چه طبقه، اصلاح طلب از کدام طبقه اجتماعی دفاع میکنن، از کدام تولید دفاع میکنن؟ چه فرقی بین اصلاح طلب و محافظه کارش هست؟ محافظه کار نیستن، واپسگرا، هر دوتاشون واپسگرا. اتفاقا هر دوتاشون از اقتصاد پینوشهی دفاع میکنن، از اقتصاد نولیبرالیسم، از اقتصاد فاجعه که فاجعه برای بشریت به وجود آورده، تا جایی که حتی کشیش انگلیسی هم سر صداش بلند شده و به اصطلاح این وضعیت رو غیر قابل تحمل میدانه. در انگلستان اسقف اعظم انگلیس نظام سرمایه‌داری رو، زندگی نسل آینده رو میگه تباه میکنه. این اقتصاد فاجعه است که داره آمده، اما حتی خود آمریکا رو به مشکلات عظیم روبرو کرده. این اقتصاد نولیبرالیسم شرکت محور است، اقتصاد کینزی نیست، اقتصاد دوران روزولت نیست. خب شما فرهنگ تطهیر، حالا این سوال منم این دوستان جواب بدن، اون چپ هایی که از اینا دفاع میکنن، اینا مگر غیر از اقتصاد نولیبرالی اقتصاد ملی که نمیدن؟ آخه مبنای همکاری شما چی هست؟ از پایه کدام پایه اجتماعی نشأت میگیره؟ آقا شما میری تشییع جنازه یک نولیبرال و ایشون در صورت تو عرصه اقتصادی فاجعه‌ای که به بار آوردن این نوع تفکر به این نوع افراد به این نوع مافیای برخواست از آمریکا آمدن مملکت رو به روز انداختن. خب آقای خمینی که اقتصاد بلد نبود، خودش هم راحتی میگفت اقتصاد مال خر است. این اقتصاددان ها هستن که این وضعیت رو آوردن. از کدام مکتب آمدن؟ من سوالم این است. آقا شما که میرید، یک آقای دوست گرامی من، آقای فریبرز رئیس دانا، خب من با علاقه صحبت ها و نظریات شما رو در رابطه با مسائل نولیبرالیسم اقتصادی دنبال میکنم. این تناقض چجوری با خودت حل میکنید؟ آیا آقای ابراهیم یزدی به اصطلاح یک نولیبرال نیست؟ طرفدار مکتب فاجعه به اصطلاح اقتصاد فاجعه آمیز نولیبرالیست نیست؟ اصلاح طلب ها همشون نیستن؟ کدوم مدل اقتصادی؟ آیا شما برنامه از اینا دیدی؟ خیلی از نیروهای اپوزیسیون هم برنامه اقتصادی نمیدن، هیچ کدوم. همشون که اینا که سکوت میکنن و از زیر کار میکنن، همین اقتصاد به قول معروف نولیبرالیسم اقتصادی رو پیش برن که فاجعهش در آمریکای لاتین بیداد کرده. همین 11 سپتامبر در صورت اولین حرکتی که صورت گرفته در شیلی بوده، در صورت اینا دشمن فرهنگ چپن. اینا این استادای دانشگاه را 17 تا استاد بوده در چیلی که به قول خودش تعلیمات مخرب کردن زندانی کردن. اکثر اونا اساتید بخش اقتصادی بودن. یکی از جنرال ها در کنفرانس مطبوعاتش اعلام کرد افراد و منابعی که مجرمان خرابکار رو تغذیه میکنه و آنها را میپرورانه و مورد تلقین قرار میده باید نابود بشن.
خب اینجا صحبت افکار دیگه، استاد دانشگاه دیگه افکارش هست که خطرناکه، خودش که نه، اسلحه به دست نگرفته، تفنگ به دست نگرفته، افکارش هست که باید نابود بشه. و چون حریفشو نمیشن تو عرصه واقعی، تو عرصه دموکراسی، تو عرصه به اصطلاح قانع کردن مردم، اونا رأی میارن، اینا رو برمیگیرن کودتا میکنن، به گلوله میبندن. منطق آمریکایی، منطق همین مافیای برکلی که الان آمده وزارت خارجه رو تصرف کرده، منطق همین آقای ابراهیم یزدی که خیلی راحت گفت که آمریکایی ها از دولت های ملی خوششون نمیاد چون این دولت های ملی با چپ مدارا میکنن. و خودش هم نظر میده که البته آمریکایی ها حق دارن برای که میخوان غارت کنن مملکت و استثمار وحشیانه و بربرمنشانه را بندازن. خب چپ نمیاد تو این بازی، از چپ واقعی، از کارگرها و زحمتکشا دفاع میکنه و به همین دلیل فرهنگ خطرناکه، نه افرادش به تنهایی. در صورت در دبیرستان ها پروژه های گروهی ممنوع شد، چرا که اینها را نماد روی نفته در پس همکاری های جمعی میدیدن و درست همین حوادث توی ایران صورت گرفت. و در سانتیاگو ویکتور خارا خواننده فولکلور افسانه‌ای چپگرا رو در میان آنهایی که بوده در استادیوم شیلی دیدن که رفتاری که با او کردن تجسم یک عزم جنون آمیز برای خاموش کردن یه فرهنگ بود. ویکتور خارا نماد یه فرهنگ، فرهنگ چپ. به موجب گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب در مسئله شیلی، سربازان ابتدا دو دستش را شکستند تا نتونه گیتار بزنه و بعد او را با شلیک 44 گلوله کشتن. آقای به اصطلاح اسمتم یادم رفت الان، آقای فرج، بله آقای فرج دبا، همین بلا رو شما سر سعید سلطان پور نمی‌بردی؟ نمی‌دونستی داره چه اتفاق میفته تو زندان ها؟ جرم سعید سلطان پور چی بود؟ اون یک نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر، فقط به خاطر می‌دونی چرا؟ به خاطر اینکه اون سرودهایی که شعرهاش سروده شد و آهنگاش ساخته شد، سرود فدایی، سرودهای اول انقلاب، در سیمای ویکتور خارای ایرانی ظاهر شده بود. به شکل وحشتناکی اون رو کشتی. همون کاری که پینوشه کرد تو نکردی. سردار بزرگت آقای سردار به اصطلاح وفادار اسلامت آقای لاجوردی بیمار، تو همینا رو نمیدیدی؟ پیرزنهای دهات گرمسیر به اصطلاح قشلاق بختیاری، همینا رو همه شنیدن، تو نشنیدی تو تهران؟ در همان حال فرهنگ سانسور شده و تصفیه شده رو پیش بردن، همین کار کردیم، جایگزین فرهنگ که فرهنگ چپ رو ریشه‌کن بکنن. در ابتدای دیکتاتوری در شیلی، آرژانتین و اوروگوئه یگانه گرد همایی عمومی مجاز نمایش قدرت نظامیان و مسابقات فوتبال شد، دیگه هیچ. البته شما مسابقات فوتبالتون روش کرده، تماشاچی انبو داره و البته از افغان، آقای از افغانستان هم عقب افتادی. خب قبل از انقلاب شاه اجازه میداد، یعنی شاه که نه، جامعه وضعیت طوری بود که زنها میتونستن برن استادیوم. الان زنای افغانستان میرن و زنای ایران محرومن. خدمت زنا از سوریه میان میرن تو استادیوم بی حجاب. او شرم کنین یکم، یکم شما هم شرم هم چیز خوبی هست آخه. آه. آه.
من یه چند تا پرسش برام پدید میاد و در همین ارتباط فرمایش شماست تصادفاً، و اون اینه که ببین این دردی که وجود داره یه درد کهنه است، یه درد نو نیست، یعنی شیفتگان قدرت، آدمایی که جذب قدرت میشه. ما همین سعید سلطانپور رو که وقتی مثال میزنیم برمیگردیم به همون سالها، سالهایی که یه آدمی مثل حاج حسن دباغ میخواست خودشو سروش معرفی کنه، بشه سروش غیب، و از انگلیس اومد تهران و پروبال بهش دادن و گفتن آقا این یه آدمی بود در لندن اینجور میکرد، در حالی که هیچکی نبود و هیچی هم نبود. و فلسفه تاریخ شروع کرد درس دادن در تلویزیون، یعنی جایی که اساتید بزرگ باید بیان بشینن حرف بزنن اینو من حرف زدم. مثل الانه که شما نگاه میکنی میبینی که، گفتم در مقدمه‌ام پرسیدم که وقتی 17 شهریور رو نگاه میکنی در سال 57 و 17 جمعه 17 شهریور 57 رو نگاه میکنی و اونجور دروغ میبافند و خاک به چشم مردم پاشند، و در جمعه 17 شهریور 96 وقتی مردم در سراسر ایران علی خصوص در سنندج و بانه و مریوان در حال اعتراضن، اون وقت میبینی که هیچ رسانه حرفی نمیزنه. ولی مثلا یزدی که میمیره همه میدونن میرن اونجا سینه میزنن. وقتی که سلطانپور رو میگیرن شامینی حزب توده هیچ عکس العملی نشون نمیده. این یه درد کهنه است، این یه درد تازه نیست، باید در مقابل این ایستاد. من همون موقعی که اینا رو گرفتن، همین میرحسین و همون کروبی اینا رو گرفتن، همه این حرف این بود که اینایی که تو خارج کشورن سنگ اینا رو به سینه میزنن چرا یه اکسیون بزرگ را نمیندازن، چرا یه عمل درست انجام نمیدن، چرا مثل سالهای 60 وقتی 12 نفر در پاریس در اون شرایط، نه الان که من تلفن فیسبوک میکنی، نه من فیس تایم میکنی، نه من اسکایپ میکنی، نه در شرایطی که تلفن یه امر سخت بود، اینا نشستن و اوتان دبیرکل سازمان ملل رو آوردن پای خط تلفن و ازش خواستن که از شاه ایران بخواد که جلوی اعدام ها رو بگیره و اون هم گرفتن. این اتفاق چرا این سالها نمیفته؟ دردش کجاست؟ پرسشم اینه، چرا وقتی سلطانپور رو میگیرن چپ ما اصلا هیچ نگاه نمیکنه، هیچ حزب توده اصلا دنبال نمیکنه؟ درد رو در چی میبینی؟ واقعا مشکل رو در چی میبینی؟ امروز که یزدی میمیره چپا میان میرن تو سر قبرش میشینن و براش روزه میخونن، درد در کجاست؟ سوالم اینه، بفرمایید بشنم. همین رو میگم، عزیزم در شفاقه تمام مقایسه ها روی همین اصله. چرا این پینوشی چین جنایت های هولناکی کرد؟ بیش از 100,000 نفر رو دستگیر کرد، کشتار انبور انداخت، ولی خب دیگه خیلی از این خبرنگارها روزنامه های غرب هم این مسئله بازتاب می دادن. یه خبرنگاری از آقای نیکسون پرسید که شما این جنایت های پینوشه رو می بینی و سکوت کردی، اینا این حرامزاده رو ملازه. نیکسون هم با خون سردی گفت آره آقای پینوشه حرامزاده است، ولی حرامزاده خودمانه. اینجا خودی و غیر خودی هست، باید ریشه پیدا کنیم که آیا این حرامزاده ها حرامزاده های خودی هستن
که اینقدر بی بی سی نسبت به اینا لود داره. در صورت رسانه بود که بیشترین قوقا رو در اون دوران به راه انداخت و مبتکر دروغ هم بود. مثلا فرض کن همین دروغ 100,000 زندانی است سیاسی رو کیا رو انداختم. ما میدونستیم موقع زندان بودیم دیگه، طوری بود که یه سری روابط، رفت آمد ها، ملاقاتی ها، اینا حدود تقریبی با ضریب خطای پایین رو دستمون بود که زندان انقدر چقدر، کمیته تولیدن چقدر، ابین چقدر، مشهد کجا، به زندان سیاسی رو میدونستیم چند تا تبعیدی هن، چند تا رفتنی هن. من موقع هم حدود 4,000 تا ما ارزیابی میکرد. وقتی که به اصطلاح چی شد 100,000 تا آمد و خود ما هم خندمون گرفت، یا این خودم شاهد بودم. تازه یه روز بود از زندان اومدم، سوار تاکسی شدم، جب ملتهب و صحبت تو تاکسی، صحبت از اینی که دو کامیون ناخون توی ابین پیدا کردن. خب وقتی که محمدم گفتم نگه میشم چیزی نزول بکشن، گفتن بارمان ساواکی میخواستن بکشن. یعنی تو جامعه متوهم دروغ پرور راستگویی جرم است، راستگویی ممکنه جانت به دست بدی. اینجا دیگه وجدان علمی وجود نداره که آقا بخواه بگه آقا واقعی باش، رئال باش، واقعی گرا باش اینا، ولی اونجا مثلا عکسشه. ولی الان همین آقایون که این حرفا رو میزنن، آقا واقعی گرا باشی، مسئله داخلی اینجوری است. آقا تسلیم واقعیت شدن با واقعی گرایی دو تاست تو سیاست. آقا تو تسلیم واقعیت شدی، تو ابزار دستی دست اینها، هر کاری میخواد بکن. واقع گرا این است که واقعیت بسنجه، بفهمه، درک کنه و برای گریز از این واقعیت تلخ شروع کنه تدارک دیدن، اقدام کردن، تاکتیک اتخاذ کردن، برنامه نوشتن، استراتژی داشتن و رفتن تو راستای تغییر. نه تسلیم شدن، نه تسلیم به سکون، تسلیم به ایستایی. این با بسیار اندیشه های ما اصلا مغایرت داره، در راستای تاریخی منافع ما نیست. داشتم عرض میکردم وقتی که چیز باشه مدت طولانی سکوت هست، منافع باشه، همین وضعیت رو گفتم شیلی اتفاق افتاده. چرا از همه اول کشتار 67 تقریبا 3-4 ماه طول کشید تا زمزمش اومد بیرون؟ چرا این سکوت؟ اینا که از هر پشت پرده هم خبر دارن، حتی جاسوس تو خودشون دارن، داشتن و دارن، یه واقعیته. ولی سکوت کردن در مورد کشتار 67، هیچ مسئله درس پیدا نکرد. و تازه وقتی که شد به اصطلاح چه عکس العملی داد نشون داده شد، چون داشتم میگفتم عزیزم، یعنی یه رسالتی داشتن اینا، آقای شاه نمیتونست اون رسالت انجام بده، محو تفکر به اصطلاح عدالت اجتماعی. تفکر چپ، وقتی میگم چپ مختصی گروه نیست، کلیه کسانی رو که به اصطلاح نگاهشون به مردم ضعیفه، به کارگره، نگاهشون در این راستاست. اصلا محو این اندیشه در طبقه کارگره، مکتب شیکاگو، اقتصاد نولیبرالیستی که از سال 73 تئوری به عمل تبدیل شد و در این راستا سرمایه داری هم حرکت کرد، که سال 80 تاچریسم آمد، سال همون سال ریگانیزم، اینا همه در راستای این سیاست نولیبرالیسم اقتصادی هست. اینجا باید چپکشی کنن، یعنی اونجایی که تفکر چپ هست، تفکر عدالت اجتماعی رو باید نابود بکنن و اینها به خوبی این کار رو دارن انجام دادن و تا الان انجام میدن و به همین دلیل با اینها مشکل پیدا نکردن. هر کوی جایی هم که منافع اقتصادی مثلا فرض کنه رو به خطر بندازه اقدام نکردن. به عنوان مثال خب دولت عراق، همین صدام، یکی از بزرگترین خطاها شاید این بود که در یواخر آمده بود نفت عراق رو
داشت میکار چیکار میکرد؟ به فرانسوی و روسا داشت شرکت های فرانسوی و روسی رو آورد، دوتال و اینا هم. خب شرکت های آمریکایی آکسون این رو تهدیدی بر علیه منافع خودشون تلقی کردن، درست در دورانی که شرکت محوری مسلط بود تفکرش بر کاخ سفید، این دوران دشمن. و یا اقدام خطرناکتر، داشت دلار رو از مبادله نفتی داشت خارج میکرد، سایر ارزا به خصوص یورو رو میخواد جایگزین کنه. این دومین اقدام خطرناک صدام بوده. یا لیبی همین کار داشت میکرد و همه اینا اعلام جنگ علیه آمریکا، اینا دارایش کدوم این کار رو نکردن. همه امروز هم آمریکایی ها بیان بخوان به اصطلاح، چون اونا زیاده خام هستن، به اصطلاح بخوان در هر عرصه از نفت و گاز ایران میتونن شرکتاشو بیا فعال بشه، و همه اینا با فرهنگ کارگری شدیدن مخالفن و اینها سرکوبگرای خیلی خوبی هستن. کمیسیون حقیقی عیاب و به اصطلاح مصالحه شیری گفته که سایر گردانهای کارخانه های واقع در منطقه مشهور به کمربند صنعتی گسیل شدن و به حملات بازداشت مردم پرداختن. ظرف چند روز بعد از کودتا چندین کارخانه دیگر مورد تهاجم واقع شدن و 80% دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی شیلی فعالین کارگری و کارگران بودند. چون هدف اینجاست، چپ به خاطر این خطرناک فرهنگش که این طبقه رو، این طبقه بزرگ رو وارد عرصه سیاست میکنه، وارد عرصه حقایق میکنه، نه وارد عرصه مطالبات صنفی و سیاسی میکنه، و اینجا زنگ خطر برای سرمایه‌دار و برای به قول معروف امپریالیست، برای سرمایه های بزرگ جهانی. اینجاست که باید کاری کرد که این فرهنگ منفور بشه و اتفاقا افرادی مثل سروش و افرادی مثل یزدی و افرادی مثل خودزاده و افرادی مثل اینها وظیفهشون، وظیفه به اصطلاح بین المللی داده شده به اونها هست، منفورسازی چپ هست، منفورسازی مفهوم عدالت هست. و در همین رابطه به اصطلاح اقدامات شگفت‌انگیزی هم از خودشون بروز دادن و به همین دلیل هم اینها اتفاقا نئولیبرالیسم اقتصادی فقط طبقه کارگر هدف قرار نداده، طبقه متوسط رو هم به طرف نابودی میبره، یک نیروی اجتماعی دیگه رو جایگزینش میکنه که مصرف کننده است. مثلا فرض کن در شکل کلاسیک رشد سرمایه‌داری طبقه کارگر وجود داره، سرمایه‌دار طبقه متوسط برخواسته از شیوه تولید داخلی به وجود میاد. نه این هم نابود کردن، تو شیلی اتفاق افتاد، به یک سری مصرف کننده تبدیل کردن. الان تونستن 1 میلیون مصرف کننده تو ایران درست کنن که اینا میرن آن ایتالیا، میرن فلان، میرن فلان، همین هم انگشتاشونو میارن هی جوری به رخ مردم میکشینن به عنوان ملت چیکار میکنن؟ رای دادیم، ما شرکت کردیم، ما فرام کردیم. هم احمدی نژاد اینا رو میورد با گیسوهای رنگ کرده و لبهای ماتیکی و همسالان، هم این جناح همون جناح، هم این کار رو نمیکنم. اینا طبقه متوسط نیست و به همین دلیل هم بسیاری از شکنجیگرها در اونجا با ظاهر پزشک یا جراح رو به خودشون میگرفتن. تو زندان اوین هم آقای لاجوردی هم ادای همچون اداهایی در میورد، نه به عنوان شکنجیگر، به عنوان مسله. الان هم خانوادهش و دوستانش همچه تعریف هایی رو میکنن که با منطق و خرد و استدلال مجاهدین رو قانع میکرد. من با چشم خودم بچه 12-11 ساله دختر مجاهد رو که اندازه چینی که فدایی و مجاهد سال 50-51 شکنجی شده بود دیدم، که بیچاره کنترل از دستش در رفته بود، گریه میکرد، مامان مامان میگو. آقای سروش موقع خواب بودی؟ این بچه دختر بچه رو چجوری آقای منتظری چی داره تمام فهمی؟ تو نفهمیدی؟ من اونجا من نگفت که به دختران در زندان تجاوز میشه، مگه اون چجوری فهمید؟ تو نفهمیدی؟ نه، منافعت این از خفه خون بگیری، مأموریتت این است که تمام تفکر چپ و عدالت خانه رو نابود کنی. اینا نهزت آزادی و چیزی میگن، این اصلاح طلب ها اینا نفرت دارن از این قضیه، اینا نئولیبرال های اقتصادی هستن. و فریاد پینوشه بلند شده بود که یک بیماری وجود داره در زندان هاشون، یک بیماری ما ریشکنش بکنیم،
معماری سوسیالیسم، اسمش سوسیالیسمه. و خلاصه کشش به سوی اقدام جمعی جنایته. شکنجهگران آگاه بودن که درمانهاشون قطعا عذاب‌آور یا حتی مرگباره، اما این رو میگفتن به سود خود مریض. مریض کیه؟ یه چپ. چرا مریضه؟ چون تفکر جمعی داره، چون حس دلسوزی به ضعفا داره، چون میخواد کارگرا رو سازمان بده، چون میگه آگاهی طبقاتی رو میخواد تو کارگرا بالا بره. اگر بازویت خانقاریا گرفته مجبوری قطعش کنین، مگر نیست؟ این جواب پینوشه است. جواب سروش هم همینه. خادمه آقای به اصطلاح خامنه، آقای خمینی، آقای یزدی آمدن این کار رو کردن. قانقاری ها گرفته، قانقاری های ایرانگرایی، ولی نه قانقاری ها است، کار چپگرایی قانقاری ها. فردوسی بیماری است، این جامعه اینا فردوسی بیماریه، شاهنامه خانه بیماریه. حتی منطقه تی خانه عطار هم بیماریه، که اگر اصلا مساله بفهمه. حالا به همین دلیل هم این آقا جنگیر بوده، جنگیری هم تو قرن 17 بوده 18 بوده، از طریق شوک الکتریکی جنگیری به پزشک سوئدی بوده، با الکتریسیته ساکن بود اون موقع، شوکی ایجاد میکنه. اون میگفتن چیکار میکنه؟ میگفتن جنگیری میکنه. اینم آقای سروش و این داردسته یزدی و مزین هم جنگیری میکردن، جن سوسیالیست رو رفته تو وجود کارگرها، اینا رو باید در بیارن ازشون. حالا مثلا همین آقای شعبی رو گرفتن، آقا چی کار کردی؟ آقا این بساط رو انداختین، این بلوار رو انداختین، این کولبر رو چرا میکشی؟ جرمش کارگر بودنه، جرمش زحمتکش بودنه، جرمش فقیر بودنه، فقیر رو باید کشت. و به همین دلیل جنایتی که آقای پینوشه کرد تنهایی نکرد، و روشن فکران در تطهیر این جنایت نقش بسیار سنگین و وحشتناکی پیدا کردن. کودکان شکنجه شدن، نسل کشی شد تا بازار آزاد به اصطلاح رونق بگیره. این بحث بحث درازدامنه، شما را کردم. به همین من برای من شگفت‌انگیزه، یه سری کارها رو نمیفهمم که خب یه آدم کش بوده، مظهر خشونت بوده، مظهر خیانت بوده، به ایران، به ارتش ایران خیانت کرده، همه اینا اثبات شده است. حالا تو میری تشییع جنازش بکنی؟ اگر تو محلت یکی مرد، منم بودم میرفتم، آدم بیازاری بوده، هم کار کرده، زندگی کرده فلان، ولی آدم چرا نمیرین تشییع جنازه خلخالی؟ چرا؟ اونم که بعد از برکناریش طرفدار خاتمی شده بود دیگه. چرا نمیرین؟ چرا بزرگداشت خلخالی رو برگزار نکردی؟ چرا بزرگداشت لاجوردی رو برگزار نکردی؟ چرا تو جای فرقش با این چی بود؟ اینم که دادگاه های فرمایشی آنچنانی رو توی پشت مدرسه رفاه پیش برد، که داستاناش که معروفه. اون اعلامیه ننگینم که گفتم که آقا چپکشی رو اینا با فرهنگ از آمریکا آوردن، مگر اعلامیهش بر موقع دستگیری سران حزب توده نبود؟ اونجا صد رحمت به اعلامیه ریشهری، گفت آقا حزب غیر قانونی، حقوقی حرف زد، این حزب غیر قانونی اعلام شده، دیگه فعالیت نکنید، هر کی هم بکنه میکشیمش. این در آمده یک طرف کفر، یک طرف ایمان. این تفکر کمونیست این آقای ابراهیمی از دل دیوانه کرده، همینطور که آقای سروش رو، همینطور که آقای چیش تفاوتی هم با خلخالی و اینا توی این زدیت با چپ ندارم. بعد وقتی که میگم چپ، طبقه کارگرم، چپ به تنهایی کسی نیست، چهار تا روشن فکر باشه کاری نمیتونم بکنم. ولی این اندیشه چپ از خطرناکه، اندیشه آلنده از خطرناکه. این میره تو طبقه کارگر، تبدیل به نیروی مادی بشه، همبستگی ایجاد میکنه، اعتماد به نفس ایجاد میکنه، و بعد عنوان یه طبقه وارد میشن. اینها میخوان مثل همون دوران بنی امیه ایرانی ها برن تو خودشون، تو لاک خودشون منزوی بشن، برن
دوباره زود و مکتب زود بیارم. مکتب زود مال این دور است، مکتب عشق مال این دور است، مکتب جنگ مال یه دوره دیگه است. این سه حلقه عرفان است، عرفان ایرانی است. ممنونم، سپاس. متشکرم. به حال دوستان شنیدیم صحبت های آقای رئیسی. آقا از شما نهایت سپاس دارم، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر دارجوی بهترین دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای رئیس، ممنون از شما. متشکرم. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای رئیسی رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما. اون چیزی که من فهم میکنم از این ماجرا این هستش که بی اخلاقی همه رو فرا گرفته و این در حقیقت گفتمانی است که حالا در فرصت دیگه امیدوارم بتونم روز جمعه راجبش حرف بزنم مفصل تو برنامه خودم، راجب اینکه این گفتمان ها چگونه شکل میگیرد، اصلا چجوری این اتفاق میفته. تا روشن نشویم فکر نمی کنم بتونیم راهی رو پیدا بکنیم. به حال از اینکه دنبال کردی از شما سپاسگزارم. همطور که بارها خواهش کردم در معرفی میان تیوی کوشا باشید. لینک های برنامه تو شبکه های اجتماعی، اهم از کانال تلگرام، یوتیوب، فیسبوک، تویتر، گوگل پلاس، شادکست، فیسبوک، همه جا قرار میگیره. با عضویت در هر کدوم از این شبکه ها لینک ها به دست شما میرسه. شما میل کن این رو برای دوستانت بفرست از هر طریقی که میتوانی. آسان ترینش به فیسبوک بیای، یه لایکی بزنید، عضو صفحه بشی، لینک ها برای شما ارسال میشه. شما مهر کن، دکمه شیر رو بزن. حالا اگر لایک کردی منتی مضاعف، ولی خواهش میکنم لینک ها رو برای دوستانتون بفرستید. بزرگترین مسئله و دغدغه ما وضعیت مالی ماست. اگر میتوانی در این زمینه مددرسان ما باش. از همراهی و همدلیت سپاسگزارم. متشکرم.